قسمت بعدی که در این درس میخوایم درسش بدیم قسمت تاریخ و ساعت هست همجوری که میبینید اینجا تاریخ و ساعتتون که چه روزی هست و در چه تاریخ سال هستین و چه ساعتی هست رو اینجا مشخص کرده اگر یه دونه کلیک روش بکنید به شما نشون میده که میتونید تغییراتی رو در درش به وجود بیارید حالا بعدا یادتون میدم که چطوری میشه اپاینتمنت ها یا قرار ملاقات هم که میذارید رو اینجا تنظیماتی رو بروش بر انجام بدید در درس های بعدی یاد خواهید گرفت غیر از این میتونید حتی هواشناسی هم اضافه کنید فرض کنید مثلا شما لوکیشن دارید میخواید یه منطقه ای رو که زندگی میکنید رو بهش نشون بدید و بعد بگید هوای اون قسمت رو هم دقیقا مثل اینجا که ما ودر رو داریم هواشناسی داریم رو به ما نشون بده اگه من بر روی ادیت بزنم میتونم انتخاب بکنم که چه شهری هستم همونجوری که میدونید من به دنبال کپناک میگردم فقط اولش رو میزنم کپناک رو انتخاب میکنم تایم زونم مشخص هست و بعد هم از در جغرافیایی ارز و طول جغرافیایی رو برام مشخص کرده اینجا و بعد هم اوکی میکنم همینجور که میبینین اون شهری که من توش هستم رو میتونم اضافه کنم و اگه عد بکنم مثلا اضافه کنم برای مثال تهران بله تهران ایران رو انتخاب میکنم و بعد اوکی میکنم میبینید که دو تا کشور اضافه شد همجوری که میبینید هر جفتشون اینجا انتخاب میشن در قسمت جنرال من میتونم بگم که ساعتم رو دوازده ساعته نشون بده یا به صورت 24 ساعته تاریخ رو نشون بده ثانیه رو نشون بده هوا رو به من نشون بده یا اینکه گرما و سرما رو به من نشون بده و یا اینکه در قسمت ودر بیام بگم که به صورت سلسیوس باشه سانتیگراد باشه یا فارنهایت باشه و بعد هم سرعت بادم مشخص باشه همجوری که میبینید هر جفت درست هستن میتونم تایمم رو یا زمانم رو تغییر بدم اگر تاریخم اشتباه هست میام یه تاریخ دیگه رو انتخاب میکنم اگه ساعتم اشتباه هست میام ساعت رو تغییر میدم بعد از تغییر دادن میزنم set time set system time بعد هم که میبینید از من پسورد میخواد که این کار رو انجام بدم که هر کسی نتونه این کار رو انجام بده چون نمیخوام انجام بدم کنسل میکنم دو مرتبه کنسل میکنم و بعد کلوز میکنم همجوری که میبینید الان تهران رو به من نشون میده زمین کپناک هم به من نشون میده و اگر من کلیک بکنم اینجا همجر که میبینید به صورت دیفالت به من دانمارک رو داره نشون میده که اگر دوست داشته باشم دیفالت هم رو تغییر بدم از کپناک میتونم بر روی تهران ست رو انتخاب بکنم و لوکیشن رو بیام تغییر بدم دیفالتش رو ببخشید اینجا اشتباه کلیک کردم تغییر بدم دیفالتش رو به تهران همجور که میبینید الان تهران شده و موقعی که میبندمش الان اینجا من تهران رو دارم و اینجا دانمارک رو دارم امیدوارم این درس به درتون خورده باشه